به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی سنف هفتم بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان می باشم امیدوارم که جانتان جور و سعدمند باشه شاگردای عزیز به مضمون ریاضی خوش آمدید خب شاگرده عزیز و گرامی مضمون ریاضی سنف هفتم ما و شما میخوانیم فصل پنجم هستیم درست است مسلس ها و چند زلی ها درس پنجم ما شما امروز میخوانیم اما هدف درس امروز ما شما چی است؟ رابطه بین اضلاع یک مسلس درست است که این داخل از کتاب ها این به عنوان یک قضیه چی میشه؟ مطرح میشه به عنوان قضیه همار یا قضیه اولاق درست است و این چی است؟ معنای چی است؟ که باز ما سرتخته برتن کامل تشریح میکنم که قضیه حمار چی است؟ و همین قضیه ما یا رابطه بین ازلای یک مثلث درست است خب قبل که شروع کنیم درس کارخانگی درس گذشته رو باید به با ما روان میکرد از طریق چی از طریق واتساپ اپ هم چند است 20964 780 255 13 اگر کدام سوال کدام مشکل در حل کارخانگی یا کدام پیشنهاد و انتقاد دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبر که به شما خواندم درست است شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز پس میریم سر تخته و قضیه همار را میگیم چی است درست است پس بریم سر تخته <موسیقی> خب شاگرده عزیز درس امروز ما و شما چی است رابطه بین اضلاع مثلث گفتیم یا گفتیم بعضی از کتابهایی را چی میگه قضیه همار همار چی میشه علاغ میشه معنایش الاغ است پس من نوشته میکنم رابطه بین اضلاع یک مثلث رابطه بین اضلاع مثلث خب چه رابطه بین اضلاع مثلث به نظر شما وجود داره شاگردای عزیز یک اگر هر مثلث دلخواه فرق نمی کنه هر مثلث باشه قائم زاویه باشه منفرج زاویه باشه حادت زاویه باشه متساوی ساقین باشه متساوی الاضلاع باشه یا چی مختلف الاضلاع باشه درست است ما مثلث ها را از حیث اضلاع به سه دسته تقسیم کردیم یا تناس دیگه گفتیم چی است متساوی الاضلاع متساوی ساقین و مختلف الاضلاع و دیگه چی از حیث زاویه هم به سه دسته تقسیم کردیم گفتیم مثلث های قائم زاویه مثلث های منفرج و زاویه و مثلث های حاد زاویه درست است یا حاد زاویه خب معناش چی بود دیگه قائم زاویه گفتیم یک زاویه 90 درجه داشته باشد درست یک تا زاویه 90 درجه منفرج زاویه چی بود مثلثی که یک زاویه از او از 90 درجه بیشتر باشد و حاد زاویه چی است مثلثی که هر سه زاویه از او از 90 درجه کمتر باشد درست است اما مثلث های چی متساوی الاضلاع گفتیم مثلث هایی که تا زلش با هم چی است مساوی است مثلث های متساوی ساقین گفتیم چی است مثلث های متساوی ساقین دو تا زلش با هم مساوی به اون میگیم ساق ساق مثلث و اون زل دیگر رو میگیم قاعده درست است و مثلث مختلف الاضلاع که مشخص است اج زلاش با هم دیگه مساوی نیست درست است فهمیدید چی است دیگه نه خب در این مثلث ها در هر مثلثی که ما و شما داریم در از هر نوع باشه فرق نمیکنه بین زل های از او یک رابطه وجود داره دو رابطه رو باید بفهمیم چی است درست است ما یک مثلث دلخواه خواه فرق نمی کنه این مثلث ما و شما باشه مثلث A بی و C درست است اگر شما بیایید با خط کش همین زلال اندازه بگیرین زل ای زل ای سی و زل بی سی رو اندازه بگیریم ببینیم چند میشه جوابش یک عدد میشه دیگه نه با نام مثال زل ای بی ما شما اندازه میگیریم میشه 3 صحیح است ای را اندازه میگیریم با نام مثال میشه 6 بی سی را میگیریم میشه 8 صحیح پس ای بی ما شما از 3 سانتی متر ای سی ما شما از 6 سانتی متر و بی سی ما و شما از 8 سانتی متر درست است خب حالا چی رابطه بین از وجود دارد؟ رابطه چی هست دقت کن شاگرد عزیز که اگر ما و شما هر دو تا زل از این مثلث هر دو تا را با هم دیگه جمع کنیم از زل سوم باید چی شوه کلانتر شوه یا بزرگتر شوه دقت کنید 3 و 6 اگه جمع میکنیم چند میشه 9 میشه از این 8 از این دیگه بزرگتر است 3 و 8 جمع میکنیم 11 میشه از این 6 باید چی باشد بزرگتر باشد 8 و 6 هم جمع میکنیم 14 میشه و 14 از 3 بزرگتر است پس این رابطه در هر مثلثی که ما و شما داشته باشیم برقرار است مجموع دو زل از زل سوم باید چی باشد؟ بزرگتر باشد به این میگیم چی رابطه بین از لای مسلس هر مسلسی که باشه فرق نمی کنه هر نویان باشه امی رابطه بینش برقرار است مجموع دو زل از زل سوم باید چی باشد؟ بزرگتر باشد اگر ای اتفاق نفته باز اون مسلس, مسلس نیست با عنوان مثال به با ما باید شما سال به این شک میگه مثلث رسم کنید که از چی باشد؟ دو، سه، ده باشد ما مثلث که دو زل هایش دو سانتی سه سانتی و ده سانتیمتر باشد ما نمیتونیم رسم کنیم چرا چون اگر بخوایم رسم کنیم طبق قضیه قضیه باید جمع دو زل از زل سوم بزرگتر باشد اگر یک زلش دو باشه یک زلش سه باشد جمع چند میشه پنج میشه پنج از زل سوم که ده است بزرگتر نیست پس چنین مثلث وجود ندارد درست است خب چرا وجود ندارد بون ما اولی چک کنم این رابطه رو چک میکنیم پس ما میگیم که AB جمع باید بزرگتر است پس ای بی جمع ای سی باید بزرگتر است بی سی شوه بزرگتر است بی سی شوه خب بریم چک میکنیم ای بی ما شما چند است ای بی ما شما سه است جمع ای سی ما شما چند است شش است خب بزرگتر است بی سی بی سی ما شما 8 است آیا سه جمع شش از شت بزرگتر است میگیم بله سه جمع شش چند میشه 3 جمع شش مساوی است با 9 پس 9 بزرگتر از است هشت پس درست است خب دقت کن هم یک تا نوشته کن درست است نه خیر هر سه حالت باید نوشته کنیم ای ار دور جمع کرد از این بزرگتر حال ار دور جمع کو باید از این بزرگتر باشه باز ار دور جمع کو باید از بزرگتر باشه پس برای چک کردن این رابطه باید ما سه تا چی رابطه را نوشته کنیم درست است پس ای بی جمع ای سی بزرگتر از بی سی و حال دیگه چی میگیم ای بی جمع بی سی باز از ای سی کلانتر باشه صحیح پس دیگه چی است ای بی جمع بی سی باید کلا بزرگتر از AC باشد. بریم چک کنیم. AB چند است؟ AB ما و شما 3 است. جمع. BC ما و شما چند است؟ 8 است. پس BC ما و شما میشه 8. بزرگتر از AC ما و شما چنده؟ AC ما و شما 6 است. خب 3 جمعش چند میشه؟ 11 میشه. 11 بزرگتر از 6 است؟ بله. پس هم تیک مارک این اینم تیک مارک میکنیم. صحیح خب حالا سومش هم باید نوشته کنیم حالت سومش ما دای پایین نوشته می کنیم شاگرد عزیز میگم که پس یار دور گفتم حالی یار دور باید بگیم AC جمع BC باید بزرگتر از AB باشد خب چک کنیم AC چند است AC 6 است جمع BC چند است BC ما و شما 8 است باید بزرگتر است AB ما و شما 3 سانتی متر است خب این برقرار است بله 6 جمع 8 چند نشه؟ 14 میشه 14 از 3 بزرگتر است بله پس یه هم چی هست؟ یه هم درست است. پس چون عرصه رابطه رو را چک کنم مساویست و رابطه بین اعضای مسلس درست است. فاهمیده چرا رقم شد دیگه نه شاگرد عزیز؟ پس هر مثلثی که ما و شما بکشیم باید امی رابطه بینش برقرار باشه امی رابطه چی هست؟ با نوشته کنیم در هر مسلس مجموع دو زل مجموع دو زل باید از سل سوم چی باشد بزرگتر باشد باید از زل سوم بزرگتر باشد سعیست؟ پس این رابطه در هر مثلث برقرار است هر دو زلی که ما و شما با هم جمع کنیم از زل سوم باید چه باشد بزرگتر باشد در این مثلث چک کنیم خب من تختر پاک می کنم یک تا سوال دیگه کار می درست است که دقیق بفهمی پس تخته رو ما پاک می کنم خب شاگرد عزیز یک مثال دیگه کار کنیم مثال سوال گفته که آیا می توان مسلسی رسم کرد که چی باشد؟ که از لای آن کرد که از لای آن دو سه و شش سنتیمتر باشد خب شاگرد عزیز سوال با ما شما چی گفته؟ گفته آیا میتوان توان مثلثی رسم کرد که از لای آن چی باشد دو سه و شش سانتی متر باشد خب میرم چک میکنیم امی رابطه ای که عملی گفتیم گفتیم باید چی باشد مجموع دو زل از زل سوم چی باشد بزرگتر باشد میریم چک میکنیم ببینیم آیا برقرار است یعنی اگر برقرار بود میگیم بله چون مثلث میتونیم رسم کنیم اگر نبود میگیم نه خیر نمی رسم کنیم درست است خب شاگرد عزیز پس ما حل میکنیم ال. میرم رابطه رو چک میکنیم رابطه گفتیم ار دو زل جمعش باید از زل سوم چه باشد بزرگتر باشد خب چک میکنیم سه تا زل به ما شما داده دو چی میکنیم شا اول شش سر رو جمع میکنیم شش جمع سه باید بزرگتر از دو باشد خب درست است شش جمع سه چند میشه نه میشه نه آیا بزرگتر از دو است بله این تیک میکنیم درست است خب شش فرع حال شش دو رو جمع میکنیم باید از سه بزرگتر باشد شش جمع دو باید بزرگتر از زیل سوم ما و شما سه است آیا درست است شش جمع دو چند میشه 8 بزرگتر از سه است. بله این تیک مارک میکنیم سه است خب دو تا زیل دیگه سه و دو رو باید جمع کنیم باید از شش بزرگتر شود پس سه جمع دو سه جمع دو سه جمع دو سه جمع دو باید بزرگتر از 6 شود خب چک میکنیم سه جمع دو چند میشه پنج میشه آفرین 5 آیا بزرگتر از ش است میگیم نه خیر چلیپا ماندیم برش صحیح نیست دیگه 5 از شش کلانتر نیست پس چون چی است این رابطه برقرار نبود پس میگیم نه خیر ما چنین مثالی رسم کرده نمیتونیم صحیح پس نوشتن میکنیم خیر نمیتوان چنین مثالی رسم کرد نمیتوان چنین مثالی رسم کرد چرا چون این رابطه بینش برقرار نیست درست است پس سوال امتحان به شکل می سوال کارخانه به شکل است خب ما یک یک مثال دیگه کار میکنه براتون که بفهمین که اگر مثلث باشه چی رقم رسم کنیم اگر این رابطه برقرار بشه اول بگه رسم میکن. سوال به شما میگه رسم کنید درست است پس تختر پاک میکنیم یک تا مثال دیگه کار میکنیم که رابطه برقرار باشد و ما باید بتونیم مثلثش رسم کنیم درست است پس تختر پاک میکنم خب شاگرده عزیز و گرامی مثال بعدی رو کار میکنیم مثال و ما شما گفته سوال چه رقم گفته گفته آیا میتوان مثالی رسم کرد که از لای آن میتوان مثلثی رسم, رسم کرد که از لای آن چی باشد که از لای آن به عنوان مثال چند باشد سه، چهار و شش متر باشد. و نظرتان میشه؟ شگرده عزیز؟ خب بریم رابطه رو باید چک کنیم. سه است؟ پس نوشته میکنم حل. خب رابطه رو چک میکنیم. رابطه ما و شما چی بود گفتیم مجموع دو زل از زلی سوم باید چی باشد بزرگتر باشد پس میرم چک می‌کنیم اول شش و چهار جمع می‌کنیم شش جمع چهار باید بزرگتر از چند باشد زلی سوم و شما سه است شش جمع چهار میشه ده ده بزرگتر از سه است میگیم بله پس تیک مارک می‌کنیم شش و سه رو جمع بسازید شش جمع سه باید بزرگتر از زلی سوم شما 4 است خب شش جمع سه چند میشه 10 نه میشه ببخشید شش جمع سه میشه 9 است نو بزرگتر از چهار است بگیم بله نو از چهار بزرگتر است پس هم تیک مارک میکنم هم درست است و آخرش چک میکنیم چهار و سه رو باید جمع بسازیم سه جمع 4 باید بزرگتر از شش باشد سه جمع 4 چند میشه افت افت بزرگتر از شش است بله افت بزرگتر از 6 است پس هم تیک مارک میکنیم درست است پس چون هر رابطه درست بود پس میگیم بله میتون چنین مثلثی رسم کرد پس جواب چی میگیم میگیم بله میتوان چنین مثلثی رسم کرد خب حالا چه رقم رسم, رسم کنیم شاگردای عزیز چه رقم رسم کنیم دقت کنید رسم از بسیار آسان است ما اول چی میکنیم یک تا خطکش میگیریم و بعد بزرگترین زل انتخاب میکنیم البته فرق نمیکنه ولی بزرگترین زل اگه انتخاب کنیم آسان میشه بزرگترین زل ما با شما 6 است درست است پس من میام چی میکنم یک تا خط یک تا خط یا پاره خط به طول 6 سانتی با خطکش رسم میکنم درست نام A میمانم ای میمانم؟ میمانم. است نام از زیر ا میمونم و این دیگر چی میمونم B میمونم فست ان نقطه ا و نقطه B. و چند است 6 سانتی متر است درست است شاگرد عزیز خب بعد چی میکنم بعد میایم پرگار خب پرگار رو دیگه درست است پرگار یک سرش سوزن یک سر دیگه پنسل است درست است پرگار رو چی میکنید به اندازه با خط کش بند دهانه پرگار به اندازه سانتی این دو تا زل دیگه خو شش کشیدیم به اندازه 3 سانتی متر دهان پرگار باز میکنیم روی خط کش میگیریم اندازه میگیریم 3 سانتی متر درست است سوزن چه در نقطه بی میمانیم و یک تا چی کمان میزنیم و یک تا دایره جور میکنیم درست است یک دایره جور میکنیم به ارتفاع به چی به شاهی چند 3 سانتی متر پس یک دایره جور کنیم تقریبا به شک میشه تقریبا چنین دایره میشه جور کرد صحیح ولی ما رسمیم کمی خراب است ولی خود شما دقیق تر با پرگار اگه بکشین دقیق میشه درست است و اگر بیایم چی کنیم چقدر عزیز و باز دوباره دهان پرگار رو میم به اندازه دیگه زلی دیگه 4 است 4 سانتی متر باز میکنیم با خط کش دیگه نه باز سوزن پر با... پرگار روی چی میمانیم روی ام میمانیم و یک دایره به شای چند به 4 میزنیم تقریبا چنین چیزی میشه یعنی میشه صحیح است نقطه ای که دو تا دایره نامش رو چی میمانیم؟ سی میمانیم و این س... ای همین نقطه رو به بی وز ای وصل میکنیم پس به چک میشه پس این میشه مسلسی که یک زل شش هست، یک زلش چار میشه و شی چی میشه؟ سه سانتی متر میشه. چرا شاگرد عزیز؟ چون اگر دقت کنید، خوی شش که با خط کش کشیده بودیم ما شما نه، اما این دایره آبی که ما کشیده، گفتیم چند است؟ شایش سی هست سه است. دیگه دهانه پرگار به باز کرده بودیم، دیگه نه؟ پس از بی تا سی میشه سه متر. درست است چون شاس دیگه و دایره که با خط زرد کشیدم من درست است چی است با تباشیر زرد کشیدم داشای چند است شاهش گفتیم به اندازه 4 سنتیمتر باز کردیم پس همین نقطه هم دیگه را قطع کرده پس ای, ای, ای سی میشه چهار و بی سی میشه سه ای بی هم که چند است 6 سنتیمتر است شاگرد عزیز ممکنه بگین خو خب این نقطه پایانم قد کرده اینم میتونه شما این سیبانید ای به هم وصل کنین او بالا رو نگیره پایین بگین فرق نمیکنه هر کدومش دلتون است بگیرید درست است پس من این مثلث ثانی سن چی کنم رسم کنیم اول میام چی چی رو چک میکنیم این رابطه رو چک می‌کنیم که آیا رابطه درست است نه درست است خب شاگرد عزیز ولی ما در اول درس گفتم که به این رابطه میگیم قضیه حمار قضیه الاغ گفته میشه درست است اما چرا بعضی کتابا چی قضیه حمار میگه ما تختر پاک میکنیم و دلیلش میگم که بعضی از کتاب ها چرا ایره قضیه حمار برش میگه درست است <امتماً> خب شاگرده عزیز گفتیم که چرا امی رابطه که ما و شما خواندیم امروز به اسم قضیه حمار معروف است قضیه همار یا چی برش میگیم الاق صحیح قضیه حمار قضیه علاق و این معناش چی است چرا به شک نامگذاری کردن به شک است ما اگر یک تا به عنوان مثال یک تا علاق ده دا اینجا داشته باشیم صحیح است و یک تا مثلا غذایش چی باشد الف یک کم الف باشد کاه باشد اونجا باشد فرق نمیکنه باشه و به بین علاق و الف دو را وجود یک را مستقیم وجود داشته باشد یک را به شک وجود داشته باشد صحیح است خب امی علاق ما و شما کدام را, را انتخاب میکنه رای اول مستقیمه یا رای دومه کدامش نزدیک چی است 100 درصد اول انتخاب میکنه دیگه درست است چون مفاهیم چی است کوچکتر است پس امیر میگیم که این اگه ما و شما یک مثلث در نظر بگیریم مجموع دو تا زل از زل سوم چی میشه بزرگتر میشه یا میتونیم بگیم زل یک زل از مجموع دو زل کوچکتر است حتی این الاغ هم میفاهم. درست است با او خاطر این نامش است قضیه همار یا قضیه الاغ برش گفته میشه همین رابطه‌ای که ما شما خواندیم امروز درست است که مجموع دو زل از زل سوم چی است بزرگتر است 100 درصد در هر مثلثی که باشه درست است البته یک تعبیر دیگه این برای قضیه حمار هم هست و او را به شک میگیم که فقط الاغ ها فکر میکنن کوتاه ترین راه بهترین راه هست ممکنه این راه بهتر باشه این البته در کتاب ما و شما نیست صحیح پس شاگرد عزیز فهم دیگه پس درس امروز ما و شما خلاص شد قضیه حمار یا رابطه بین ازلای مثلثه گفتیم که چی است درست شاگرد عزیز خب شاگرده عزیز و گرامی پس رابطه بین ازلای یک مثلث خانم چی است و گفتیم بعضی از کتاب هایی را به عنوان چی قضیه همارم یاد میکنند پس من این درس تیک میکنم درست است می اما کارخانگی ما و شما کارخانگی ما و شما چی است تمرین های صفحه 130 کتاب باید حل کنید به ما روان کنید از طریق واتساپ نمبر نمبرش هم چند است ۲۹۶ ۷ ۲۵۵ ۱ درست است اگر کدام سوال یا کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید از ما پرسان کنید خب شاگردای عزیز و گرامی پایان درس پنجم از فصل پنجم شاگردای عزیز مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا آفستان.